چرا در قرآن صراحتا اسمی از حضرت علی برده نشده است تا چنین اختلاف قومی پیش نیاید؟ در صورتی از نام‌های دیگری مثل لقمان و ماهان، ماهان نه هامان، خدمت شما نام برده شد. ماهان اسم شهر نزدیک کرمانه. خدمت شما عرض کنم، اولا گوش کنید، هیچ کدام از صحابه پیغمبر به غیر از زید اسمش تو قرآن نیامده. ابوبکر رو من نشون بده تو قرآن، عمر رو من تو قرآن نشون بده، عثمان رو من نشون بده، معاویه رو من نشون بده. ها خاطر این برشو نمیبینی؟ این یک. یعنی شما که رفتی سراغ ابوبکر بر مبنای کدوم آیه به من نشون بده گفت بری سراغ ابوبکر؟ اسم ابوبکر من نشون بده من مخلصتم است. این یک. دو، فرض کنید میومد میگفت علی بعد از پیامبر، همون جوری که گفت من کنت مولا فهازا علی مولا، دیگه از این واضح تر گفت فهازا علی مولا، یعنی یه علی دیگه نه، همینی که دستش تو دست منه، نگاه کن محکم برده بالای این جهازهای شترها و پالونهای شترها رو همه رو چیدن، یه تفهی درست کردن رفتن برای که همه ببینن، بعد به ملع قوم خودش، به سران قومش گفته بیا جلو نگاه کن، من کنت مولا، من هرکی مولاشم فهازا علیون مولا، از این واضح تر؟ گفتن نه، مولا این به معنی چیزه، این مولا یعنی دوست دارم، یعنی پیغمبر وایستاد اونجا، کلی ملتی که 6-7 فرسخ اینوری رفته بودن، یکی 40 فرسخ اینوری رفته بود، همه رو جمع کرد، چند ده هزار نفر آدم رو جمع کرد، گفت آی ملت همه هم بشیم، میخوام چیز مهم بگم، اینقدر مهمه که نگو، که قرآن تو سوره مائده به من گفته اگه اینو نگی رسالتتو تمام نکردی، تحلیل کرده پیغمبر خدا. چی هست بگو ببینم؟ من علی دوست دارم. شما دوستش داشتید؟ اونا همه اومدن به امیرالمومنین گفتن آی لوف یو یا علی. ها به هر شب مسئله من قرآن میگه فکر کن. این یک. اگر علی هم میبود که هست، علی هم تو قرآن بهت نشون میدم، نام علی هم تو قرآن بهت نشون میدم که هست، میدونی چی میگفتی؟ میگفتی اینجا علی این معنی رو نمیده، اینجا علی یعنی بزرگ، درسته؟ بخواهی دیوار هاشا بلنده. حضرت ابراهیم به خداوند متعال گفت ای الله من از تو میخوام از ذریه من یه لسان صدق قرار بدی. سوره شعرا اگر ذهنم یاری کنه آیه 84 شه، قرآن بخونید، گفتش که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، وجعل قرار بده لی برای من لسان صدق رو فی الاخرین، تو اون آخریا، آخرین یعنی آیندگان، آخرین یعنی امتهای آخر الزمان، برای من لسان صدق قرار بده. اینا ترجمه کردن لسان صدق یعنی چی؟ یعنی خوشنام باشم. یعنی حضرت ابراهیم گفت خودم میشه تو آینده من به فوش ندم، اسمم خوب باشه. یعنی سعدی ها مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نرود. و میشه مثلا من خوشنام باشم، مثلا بگن باری کلا حضرت ابراهیم رو فلان، یعنی حضرت ابراهیم لولش رو اینقدر آورده پایین. ابراهیم امامه، خود قرآن میگه سوره بقره آیه 124 میگه ابراهیم امامه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. میگه ای ابراهیم بعد از این آزمون سر بریدن اسماعیل تو پیروز اومدی، امام شدی. حالا همین ابراهیمی که امامه میگه من میخوام آیندگان بهم فوش ندن، هوامو داشته باشن، حرف خوب برام بزنن، ایبی نداره. گفت لسان صدق، پس این لسان صدق رو دستش نمیزنن. گفت برای من لسان صدق در آخر الزمان، آخریا. سوره واقعه مگه آخریا رو چجوری معنی کرده؟ میگه سلت من الاولین اقلین من الاخرین، آخرین چه؟ این همون آخرینه. گفت برای من قرار بده. اینو گرفتی؟ سوره مریم خدا جوابش داده، آیه 50 خورده چی بهش گفته؟ میگه و وهبنا لهم من رحمتنا، و از رحمتمون بهشون دادیم، و آتیناهم، و دادیم بهشون لسان صدق، لسان صدق رو علیا. لسان صدق رو چی واسش دادیم؟ از ذریه‌اش خاص علی رو. علی آقا امام صدق میگه علیا بابامونها. گفت اسم حضرت علی بده شما بدم بیا برو بگو بینا. میگه نه اینجا علیا یعنی اسمم بزرگ باشه. حالا شیعه دیدید چقدر زیبا تو صدق الله العلی العظیم صدقه رو کنار علی قرار داده؟ مگه لسان صدق نخواست؟
صدق الله العلی العظیم. اهل سنت برادران اهل سنت میگه صدق الله العظیم، صدق الله العلی العظیم. این علی اسم حضرت علی نیستا؟ کیه؟ راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. اما میبینی این علی یه جوریه کنار صدقه قرار گرفته. بیاییم اسم حضرت علی چی گفته نیست؟ آیه رو وسط گفتم اینم فلان فحست تو باید بخونی. خیلی واضحه بابا. والله میگه انما ولیکم الله، ولی شما اللهه، بعد رسولشه، بعد کیه؟ بعد اونی که تو رکوع زکات میده. خب این یعنی کی؟ خب این یعنی کی ها؟